ساعتی پیش علیرضا منافزاده جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ در پاریس در پاسخ به این سوال بخش فارسی صدای آمریکا که چرا چنین موضوعی باید تبدیل به مهمترین خبر برای کاربران شبکه‌های اجتماعی بشه گفت: خب ببینید، یک زمانی در ایران حکومتگران رو مالک رقاب میگفتند، یعنی مالک گردنها، به عبارت دیگر حاکم بر هست و نیست مردم. خب در آن زمان بسیار طبیعی بود که حکومتگران ثروت بیاندوزند و اصلا اگر ثروتی نمیاندوختند کسی تره بر آنها برای آنها خورد نمی کرد. برای همین اگر سرداری بی چیز احیانا به هر ترتیبی به قدرت می رسید، اولین کاری که باید می کرد این بود که به بزرگترین ملاک و ثروتمندترین فرد کشور تبدیل بشه، وگرنه اعلی حضرت اصلا بهش نمی گفتن. ولی اینها به نام پابرهنگان انقلاب کردند و وقتی به قدرت رسیدند آمدند به مردم وعده دادند که نمیدونم برق و آب و اتوبوس رو مجانی میکنند و همه رو صاحب خانه و مسکن میکنند و الان ما میبینیم در واقع نتیجه حکومت اینها رو بعد از 43 سال. یعنی اینها پس از آن که مخالفانشون رو قلقم کردند، اولین کاری که کردن این بود که جامعه رو به دو بخش تقسیم کنند. اون بخش که نام خودی بران گذاشتن، همین جماعتی است که بر ایران حکومت می کنند به اضافه اعوان و انصارشان. بخش عظیم مردم غیر خودی نامیده می شوند و اینها از امکانات و ثروت کشور بهره‌مند نیستند. ولی اینایی که حاکمند و اهرم‌های قدرت رو در دست دارند، همچنان مدعی‌اند که دارن برای کشور، برای اسلام، برای مردم کار می‌کنند و خب طبیعیه که مردم نه تنها رفتار اینها بلکه اعمال اعوان و انصار اینها رو زیر نظر داشته باشند و عمل آنها رو با ادعاهاشون بسنجند و ببینن اینها چه کار میکنن. آقای منافزاده معتقد هست واکنش‌های گسترده ناشی از این واقعیت هست که حرف و عمل حاکمان با همدیگه تطبیق نداره و تناقض میان گفتار و رفتار اونها ناشی از گفتمان اونها برای فریب مردم هست. ولی خب به قول حافظ، واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. در واقع همینه ها، اینا مصداق بارز همین بیت حافظند. از آغاز اینها همین طور بودند، ولی خب در یک چرخشگاه تاریخی توانستند قدرت سیاسی رو در دست بگیرند و بر سرنوشت یک کشور بزرگ با فرهنگ غنی و تاریخ طولانی حاکم بشند و این بلاها رو بر سر مردم آن کشور بیاورند.